خیلی خوش اومدید خانم بابا. تو آهنگای یه جور می‌فرمایید خانم. من هم آهنگ قشنگ رو می‌خوام بخونم. این که چرا هایده خواننده به این بزرگی و خوش صدایی دیرتر از مهستی خواهر کوچکش وارد کار خوندن شد، سؤالیه که ذهن هممونو درگیر کرده. خانم هایده که اسم واقعیش معصومه دده بالا بود، سال 1321 توی یکی از محله‌های قدیمی تهران، عین‌الدوله که الان اسمش آبسر داره، توی خانواده پر جمعیت به دنیا اومد. پدرش 4 زن داشت که همه زناش توی یه خونه با بچه هاشون زندگی می کردن. هایده و مهستی بچه های آخرین زن بودن. البته یه خواهر و برادر تنی دیگه هم داشتن. خود خانم هایده وقتی از بچگیاش تعریف میکنه معلوم میشه که پدرش خیلی اهل موسیقی بوده و بیشتر وقتشو با موزیسین های بزرگ میگذرونده. اما این وسط مادر خوش صداش هم تأثیر مهمی تو زندگی دوتا دخترش داشته و اصلا صدای خوب ارثی بوده که از طرف مادری بهشون رسیده. هایده و مهستی وقتی بچه بودن همراه مادرشون به مجالس زنونه می رفتن و مادر تو مراسم مولودی خونی و روزه خونی های مشهوری داشته و این دوتا دختر از همون بچگی کنار مادرشون خوندن و یاد گرفتن. خانم هایده 6-7 ساله که بوده متاسفانه پدرشو از دست میده و سرپرستی این همه بچه قد و نیم قد میفته گردن برادر بزرگشون که اسمش اکبر سالارپور بوده. از قضا برادر دختره کوچیک از اون مردای متعصبی بوده که اجازه هیچ فعالیتی به دوتا خواهرش نمیداده. انقدر هایده و مهستی عاشق خوندن بودن که یواشکی به تمرینای خونگی خودشون ادامه میدن و هایده کم سن و سال میشه استاد مهستی. جالب اینجاست که این دوتا دختر برای اینکه کسی از کارشون سر در نیاره جمعه ها یواشکی میرفتن به جنگلای اطراف تهران تا بتونن با صدای بلند بدون مزاحم قشنگ آواز خوندن و تمرین کنن. اون زمانا خانم دلکش و خانم مرضیه معروفترین خواننده های زن بودن و هایده از همون نوجوانیش عاشق دلکش بود. اما مهستی برخلاف همه عاشق صدای خانم الهه بوده. فشارای برادر بزرگ هایده و مهستی و از طرفی جو جامعه که نه تنها زنها بلکه مردهای خواننده رو مطرب و بیبندوبار می دونست نه تنها این دوتا خواهر رو از کارشون منصرف نکرد بلکه مصممتر شدن تا به کارشون ادامه بدن. تو همین گیرودار و پیشرفت این دوتا خواهر هایده رو تو سن 13 سالگی به یه افسر ارتش که درجه سرگردی داشته و 21 سالش بوده شوهر میدن. نوری اسم شوهر هایده بود که مانع بزرگتری میشه برای خوندن زن کم سن و سالش که عاشق خوندن آواز بوده. البته غیرتش هم اجازه نمیداده که زنش به قول خودش بشه مطرب. بعد ازدواج هایده و نوری محل زندگیشونم عوض شد و کوی افسران شد خونه جدید هایده. همین اتفاق باعث شد مادرش و مهستی هم بیان اونجا. این ازدواج با اینکه هایده رو تو فشار گذاشته بود اما یه خوبی داشت که هایده و مهستی با شخصی به اسم سرهنگ لادبون و زنش آشنا شدن و به خاطر همین پاشون به مهمونی‌های دربار باز شد و شروعی بود برای آشنایی با موزیسین‌های پر اسم و رسم و پای مهستی. به خاطر اینکه مجرد هم بود به دنیای خوندن اون هم رسمی باز شد. این وسط هایده موند و 3 بچه کوچیک و سختگیری های زیاد شوهرش. یه چیزی که شاید بیشتری ها ندونن اینه که 2 قبل از اینکه هایده به طور رسمی آواز خوندن رو شروع کنه آوازی رو تو دستگاه شور برای رادیو خوند. ولی به محض اینکه شوهرش فهمید نذاشت پخش بشه و جلوی کار زنشو گرفت.
بالاخره انقدر هایده اصرار کرد تا شوهرش اجازه داد تو 4 فیلم آواز بخونه، اما به شرطی که اسمش جایی نوشته نشه. تا اینکه همایون خرم تو خاطراتش میگه که من خانم هایده و شوهرش رو دیدم و بهش گفتم آهنگ تازه‌ای که برای خانم الهه به اسم رسوای زمانه ساخته بودم دادم بخونه. استاد تجویدی هم میگه بعد از اینکه همکاریم با خانم همیرا تموم شد دنبال یه خواننده خوب میگشتم که کارامو اجرا کنه. وقتی هایده رو به هم معرفی کردن خیال میکردم که این هم از همون آدمهایی که فقط ادعا داره، اما همین که شروع به خوندن کرد فهمیدم چیزی جز ستاره نخواهد بود. اون حنجره قوی و صدای پرتنین هایده چیزی نبود که راحت تو خواننده ها پیدا بشه. خلاصه اینجوری میشه که بالاخره استاد آواز مهستی، کسی که خودش ستاره بود، بعد از تمام موانعی که داشت تونست تو دنیای هنر پا بذاره و با عمر کمی که داشت اسمش برای همیشه جاودانه بمونه. حالا هممون خوب میدونیم چرا خانم هایده دیرتر از خواهرش وارد این باشه.